بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید و خیر مقدم خدمت همکاران محترم، عزیزان حاضر در جلسه چه به صورت حضوری و یا به شکل مجازی. خیلی خوشحالیم که در خدمت همکاران محترم و علاقمندان بحث امنیت غذایی خود در خارج از دانشگاه هستیم. خب همونجور که آقای دکتر بهرامی استاد عزیز فرمودن، جلسه امروز تحت عنوان کرسی علمی ترویجی در واقع راهکارهای فرهنگی امنیت غذایی و سلامت جامعه با توجه به در واقع متون ادبی و دینی در این خصوص جناب آقای دکتر حتمرست زحمت کشیدن و مطالبی رو آماده کردن که انشاءالله خدمت سروران گرامی ارائه خواهند کرد. خب جا داره تشکری هم بکنیم از جناب آقای دکتر مالمیر، دانشیار محترم گروه ادبیات علوم انسانی دانشگاه رازی، و جناب آقای دکتر پاینده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی، که گویا به جای ایشان همکار محترمشان جناب آقای دکتر رشیدی در همین حوزه و تخصص در قسمت صفحه خوش میشه قطعش کنم انشاءالله جلسه رو آغاز خواهیم کرد. ابتدا در خدمت جناب آقای دکتر حق‌پرست خواهیم بود. جناب آقای دکتر حق‌پرست معرف همه عزیزان هست، دانشیار ژنتیک و اصلاح نباتات، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دین از وزارت کشاورزی و فعال در عرصه علم و همچنین امنیت غذایی و فرهنگ تغذیه. جناب آقای دکتر حق‌پرست سالها همکاری هایی با مؤسسات بین‌المللی از جمله ایکاردا، افاو داشتن که تجربیاتشان و نتیجه مطالعات چندین سالشان و انشاءالله در کرسی که در خدمت شما خواهیم بود ارائه خواهند کرد. جناب آقای دکتر حق‌پرست اگر آماده هستید ما در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و بعد انشاءالله خدمت ناقدین خواهیم بود. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. چه نیرو بود برتر از آگهی، کجی هست ماندن ز دانش تهی. زمانی که بودم دانش آموز و جوان، ز دروس ادبیات و تاریخ و عرفان شکایت می کردم عیان. آرزوی پزشکی در سر داشتم آن زمان، در سرنوشتم نبود که باشم در جرگه پزشکان. در رشته کشاورزی پذیره شدم برای کمک به تأمین غذای مردم ایران. در دانشگاه نیز شاکی بودم از ادبیات و تاریخ و عرفان، چون مطالب ارائه شده در آنان به نظر من بی ربط بودند به مهندسی و پزشکی و کشاورزی و امنیت غذایی ایران. اکنون متخصص کشاورزی هستم و گندم نان، پشیمانم از اون باور غلط آن زمان. تا سال 1392 چندین بیماری داشتم و بودم ناامید از درمان. با پذیرش تغذیه طبیعی و تقویت علم و عرفان، با خواندن اشعار مولانا در مورد مزرات نان و گوشت گران، بعد از چند ماه دیدم که به راحتی شدم درمان. پی بردم به نیروی الهی شفابخش در درون انسان، مطالعه کردم اشعار دیگر شاعران، به ویژه این شعر مولانای شادروان. من سر نخورم که سر گران است، پاچه نخورم که استخوان است، بریان نخورم که هم زیان است، من نور خورم که قوت جان است. همچنین اشعار دیگر شعرای شیرین زبان، سعدی، رهی معیری، حافظ، بابا طاهر عریان. دیدم ای جان چه گنج دانشی هست پشت این شفا و آن درمان. در نثر و شعر و تاریخ و عرفان، به گفته سعدی خالی نگه داشتن درون از طعام و نان، باعث تابش نور معرفت الهی می شود به آن. فهمیدم که علت این همه بیماری سخت از جمله سرطان، نتابیدن نور معرفت و آگاهی است به درون انسان، که باعث می شود بخورد غذاهای غیر طبیعی و مضر و پرزیان و بپروراند استرس، افکار منفی، حسد، قضاوت در روح و روان. اسیر لذت بردن از نان باشد و نباشد در پی آگاهی، این گنج هر دو جهان.
به قول مولانا به دنبال الاغ درون رود نه فرشته درون و اون گوهر کان. به فرمایش سوره نمل آیه 73 قرآن، اکثر مردم نیستند شکرگزار خداوند رحمان، هستند به دنبال لذت‌های فانی و خوردن گوشت و برنج و نان. در صورتی که لذت واقعی باشد در ترک اون لذات، به قول سعدی شیرین زبان، به علت لذت بردن مردم از پرخوری غذاهای پر آببر و پرزیان، به ویژه قند و نان و برنج و لبنیات و گوشت گران که در ایران معروفند به محصولات اساسی و استراتژیک به گفته غیر دانش بنیان، و همچنین کم خوردن سبزیجات و میوه ها و نخود و عدس و کنجد کم آببر و نسبتاً ارزان، که متاسفانه این غذاهای طبیعی مفید برای سلامت طبیعت و انسان معروفند به عنوان محصولات غیر اساسی و غیر استراتژیک در ایران. سعدی در مورد لذت ترک این گونه لذات چه زیبا کرده است بیان: اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر شهوت نفس لذت نخوانی. امنیت غذایی و منابع آب شیرین و خاک زراعی در خطرند در ایران و در جهان. برای تولید آن محصولات اساسی و استراتژیک پرآببر و پرزیان، خاک زراعی شخ می شود فراوان. ماده عالی خاک ضروری است برای حاصل خیزی خاک و حفظ آن. با عملیات شخ از بین می رود و ذرات خاک بدون آن به راحتی با باد به هوا می روند و شسته می شوند و تخریب می شوند با باران. یافتم که این موضوع علمی را مولوی 700 سال پیش در ابیاتی به زیبایی کرده است بیان: بر خاک رحم کن که از این چهار عنصر او بی دست و پاتر آمد در سیر و انقلاب. وقتی که او سبک شود اون باد پای اوست، لنگانه بر جهت دو سگامی پی سحاب. در تاریخ هرودت داستانی است در مورد ایرانیان که قبلا میزیستند در اقلیم سرد سیبری که در آن نبود گیاه فراوان. ناچار بودند به شکار برای پر کردن شکم با گوشت جانوران، اما بعد از مهاجرت به اقلیم خوش آب و هوای آن زمان ایران، یافتند منطقه‌ای با میوه ها و گیاهان خوراکی فراوان. تغییر دادن عادتشان و گیاهان شد غذای اصلیشان. حکیم فردوسی نیز 1000 سال پیش در این مورد این مطلب را کرده است بیان: فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. جز از رستنی ها نخوردند چیز، زهرچه از زمین سر برآورد نیز. پس اهریمن بدکنش رای کرد، به دل کشتن جانور جای کرد. تفسیر کرده اند بعضی از مفسران که اون دمار بر دوش ضحاک هست پیشبینی فردوسی از سرطان در اثر خوردن غذاهای غیر طبیعی و گوشت گران و پرزیان. اکنون اون اقلیم با صفا و خرم ایران به خاطر رفتار و تغذیه پرآببر مردم ایران شده است دچار بحران‌های فراوان. بحران کم آبی که از دلایل اون باشد مصرف بیش از حد قند و برنج و گوشت و نان هست. خوراک و رفتار مردم ایران در این شرایط بحرانی غیر دانش بنیان. بنابراین پروژه های دانش بنیان امنیت غذایی نمی تواند باشد چاره مؤثر برای رفع آن. رئیس سازمان محیط زیست ایران اخیراً در جلسه ای کرده است بیان که 1/3 آب در حوزه آبگیر دریاچه ارومیه که خشک شده است الان مصرف می شود در مزارع یونجه برای تولید گوشت پرزیان. گوشت پرآببر شده است منبع اصلی پروتئین مردم ایران. هیچ دلیل علمی و منطقی نیست پشتیبان آن. پروفسور کولین کمبل استاد تغذیه در دانشگاه کرنل در آن طرف جهان ارتباط مصرف بیش از حد آن را یافته است با دیابت و سرطان. در کتاب پژوهش چین شرح داده است عیان: من نیز این گونه مطالب را در کتاب نخود برتر از گوشت با مستندات علمی کرده ام بیان.
دکتر ابن الکساندر متخصص جراحی مغز 15 سال استاد دانشگاه هاروارد بود، اما به خدا بی ایمان. دچار مننژیت باکتریایی شد و بعد از یک هفته کما مرگ مغزیش را تایید کردند پزشکان، اما به طور معجزه آسا زنده شد و سالم و شگفت زده کرد آن کادر درمان. علم نوین با این همه پیشرفت شگفت مانده بود در توجیه آن. بعد از شفا دکتر ابن الکساندر که بود بی ایمان اقرار کرد که در کما ملاقات کرده است خداوند هر دو جهان. گفت که من دانشمند خرافه پرستی بودم و بی ایمان، اکنون باور دارم به خداوند و بهشت از دل و جان. سه کتاب نوشته است برای نجات و رستگاری دانشمندان و مردم بی ایمان و بیمارانی که جواب شدند از روش‌های رایج درمان. در کتاب‌هایش اشاره کرده است به مشاهیر عرفان و ادبیات ایران از جمله حافظ و سهروردی و مولانای پاکروان. با داستان شفای ایشان افتادم به یاد این شعر رهی معیری شیرین زبان: چشم فرو بسته اگر واکنی، در تو بود هرچه تمنا کنی. عافیت از غیر نصیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست. ای شده نالان ز غم و رنج خیش، تو نداری خبر از گنج خیش. گنج تو باشد دل آگاه تو، گوهر تو اشک سحرگاه تو. خواهش مرهم ز دل ریش کن، هرچه طلب می کنی از خیش کن. بقراط پدر علم پزشکی نوین که میزیست بیش از 2000 سال پیش در یونان، توصیه علمی و منطقی دارد برای همه بیماران که قبل از شروع دارو و درمان ببینید آیا میتوانید خارج کنید عامل بیماری را از بدنتان. اگر چنین کنید فعال میشود قدرت شفا بخش درونی و خود درمان. این باشد عامل اصلی شفای بیماریتان. اکنون حتی پزشکان عزیز و کادر درمان بهره میبرند از این قدرت شفابخش الهی در روش‌های نوین درمان. آنها کمک میکنند با دارو و جراحی به بیماران ناآگاه از بودن عوامل بیماری در بدنشان که زنده بمانند تا زمانی که بفهمند آن جمله حکیمانه بقراط دانشمند اهل یونان، تا زمانی که آگاه شوند و دیگر وارد نکنند غذاها و افکار بیماریزا را به جسم و روانشان. بعد از درک اشعار مولوی و سعدی و رهی شیرین زبان به فتوای مولوی معده را خو کنند بدان گل و ریحان. گوش کنند به سعدی که غم و شادی نیست در طریق عارفان. اعتماد کنند به رهی معیری و باز کنند چشم فرو بستهشان تا بیابند هرچه تمنا می کنند از جمله شفا را در درونشان. الگوی کش در زراعت آبی و دیم ایران هست غیر دانش بنیان به خاطر بیش از حد خوردن نان. در جلسه‌ای که دعوت شده بودم در مورد الگوی کش در ایران دیدم کارشناسان دارن حمایت میکنن از تولید چغندر و علوفه و گندم نان. من هم بر اساس اصول علم زراعت و تجربیاتم اعتراض کردم به آنان. گفتم اصول دانش بنیان نباشد این برنامه را پشتیبان. حیف باشد این آب کمیاب و شیرین در ایران صرف تولید این محصولات غذایی پر آب بر شود، مانند قند و برنج و نان و گوشت گران که پرخوریشان نیز در ایران باشد عیان. به گفته زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران، چاق هستند بیش از 70% مردم ایران و چاقی هست عامل بیماری خطرناک قلبی و دیابت و سرطان. چرا نباید تأکید شود بر افزایش تولید محصولات کم آببر در الگوی کشت ایران؟ مانند نخود و عدس و حبوبات و میوه و سبزی که فایدهشان برای سلامتی انسان و خاک زراعی هست عیان. گفتند که چون اون محصولات پر آببر و مضر نقش ندارند در سبد غذایی مردم ایران فراوان. باشد سرانه مصرف قند 30 کیلو و سرانه نان 105 کیلو در ایران، اما سرانه مصرف حبوبات و سبزیجات و میوه بود بسیار کمتر از آن. مردمی که بیش از حد میخورند این محصولات را در ایران رأی داده اند با لقمه هایشان که ما هم
بیش از حد حمایت کنیم از تولید آنان. گفتم مشکل کم آبی و تخریب خاک ناشی از این الگوی کشت غیر دانش بنیان که برای رعایت آن شرکت‌های دانش بنیان فراوانی تأسیس شده است در ایران تهدید می‌کند بسیار سخت‌تر از یک جنگ امنیت قضایی و امنیت ملی کشورمان. این مشکل چاره‌ای ندارد جز مشارکت غیور مردان و زنان ایران که آموختن فرهنگ و معرفت را از ادبیات و عرفان ایرانی اسلامی در این سامان فراتر از شکمشان و هوس‌های لقمه‌های نان می‌بینند اهداف خداوند را از آفرینش این جهان. پس این مشکل بحران کم آبی و امنیت غذایی را برای این عزیزان کنیم بیان. مردمی که اصول زندگی سالم و معنوی را آموختند از قرآن بر اساس آیه 61 سوره هود می دانند که آفریده شدند از زمین و مأمورند که آن را کنند آبادان. شما مسئولین امنیت قضایی درک کنید مفهوم آیه 116 سوره انعام قرآن. به شما می گوید که گمراه می شوید از راه الهی اگر پیروی کنید از اکثر مردمان، کسانی که زندگی می کنند ناآگاهانه بر اساس حدس و گمان. وظیفه خودتان بدانید آگاه کردن ایشان در مورد این بحران خطرناکتر از جنگ و رژیم قضایی غیر دانش بنیان تا آگاه و بسیج شوند، کمک کنند به الگوی کشت و الگوی تولید غذای سازگار با اقلیم خشک ایران. گفتند که خوب است این بیانات دانش بنیان، اما اجرایش ناشدنی است چون نمی توانند اصلاح کنند الگوی مصرف را این مردمان. اگر هم بتوانند زمان طولانی می خواهد تغییر عادت غذایی ایشان و ما هم برنامه بلند مدت نداریم برای حل آن. ضمناً متولی فرهنگ غذایی نیست وزارت جهاد کشاورزی ایران، وزارت بهداشت و درمان هست متولی آن. گفتم که موضوع بحران کم آبی و امنیت غذایی چندان ربط ندارد به وزارت بهداشت و درمان، متولی اصلی این امر باید باشد وزارت جهاد کشاورزی خودمان. گفتند که فعلا نیست این موضوع در قوانین کشورمان، اسناد بالادستی نیاز دارد تا شود قانون در مجلس ایران. گفتم در شروع اون دفاع مقدس 8 ساله که از تهدید دشمن آگاه شدند مردم ایران بسیج شدند و فرهنگ شهادت را پذیرفتند در کوتاه زمان و نترسیدند از جنگیدن و کشته شدند. در آن سالیانه 27,500 نفر شهید شدند در آن جنگ آن زمان، اما الان در ایران سالی 100,000 نفر در اثر بیماری های قلبی و 45,000 نفر در اثر سرطان کشته می شوند به علت پرخوری اون غذاهای مضر و پرآببر در ایران. آیا این جنگ سازگار نبودن عادت غذایی مردم با سلامتی و همچنین با اقلیم خشک ایران نیست خطرناکتر از اون جنگ تحمیلی در اون زمان؟ این مردم غیور اگر آگاه شوند از مصیبت جنگ بحران کم آبی و تخریب منابع تولید غذا در ایران، ضمناً اگر آگاه شوند از ناسازگار بودن عادت غذاییشان با سلامت جسم و روان، آیا بسیج نمی شوند و تغییر نمی دهند عادت غذاییشان را برای مقابله با آن؟ بشنو این داستان تاریخ معاصر در مورد نقش مصرف نان بر بیماری‌های روح و روان. در جنگ جهانی دوم سیلوهای کشورهای اروپایی خالی بود از گندم نان. مسلماً در آن شرایط نان موجود نبود برای خوردن آن مردمان. از این شرایط سخت چه زیبا بهره بردند روان پزشکان. گزارش کردند که آمار بستری بیماران شیزوفرنی به عیان بسیار کمتر شده است به خاطر ورود کم گلوتن نان به بدن آن مردمان. این شاهد تاریخی تأیید می کند فرمایش بقراط شادروان در مورد نقش مهم حذف عامل بیماری در درمان. 20 سال مبتلا بود به آسم خانم فعلی همشهری من. خانم فعلی الان اینجا حضور دارن.
20 سال مبتلا بود به آسم. خانم فیلی همشهری من مصرف می کرد کورتون و اسپری و کپسول اکسیژن زیر نظر کادر درمان. به او گفته بودند که بیماریش لاعلاج است و باید تا آخر عمر بسازد با آن. در مشاوره با من و با استفاده از ادبیات فارسی و مفاهیم قرآن تغییر کرد باورها و عادتهای رایج غذایی ایشان. حذف کرد از رژیمش قند و لبنیات و برنج و نان و گوشت گران، دقیقا همون محصولات غذایی که پرخوری و تولید بیش از حدشان تهدید می کنند امنیت غذایی و منابع تولید غذا در ایران. پذیرفت مصرف میوه و سبزیجات و نخود و عدس و کنجد پرخاصیت و کم آببر و حافظ خاک زراعی به جای آنان. در ظرف 5 روز به طور معجزه آسا شفا یافت ایشان. 7 ماه بعد از شفایش خورد 1 کف دست نان. برگشت بیماریش به خاطر وجود گلوتن در آن. بسیاری از بیماری های رایج مانند چاقی و بیماری های خود ایمنی و حتی سرطان هست به خاطر مصرف بیش از حد نان سفید و سبوسدار حاوی گلوتن در ایران. الگوی کشت غیر دانش بنیان و مخرب خاک زراعی منابع تولید غذا در کشورمان یکی از عوامل اصلیش باشد کشت بیش از حد گندم به دلیل مصرف بیش از حد نان. یک مشکل حل شدنی که شده است باعث این دو بحران. اگر با کمک ادبیات و عرفان آگاه شوند مردم عزیز ایران، نصف کنند مصرف نان را و اصولی بخورند نان، یا حذف کنند خوردنش را اگر شده است باعث بیماریشان، سازگار می شود الگوی کش در ایران با شرایط خشک اقلیم کشورمان. حتی از یک وارد کننده عمده گندم در جهان تبدیل می شویم به صادر کننده عمده آن. ضمناً چاقی و بیماری های خیلی ها می شود درمان. این روش باشد مطمئناً دانش بنیان. چند نفر شفایافتی دیگه هم تو جمع ما هستن. جناب آقای ظفری شفایافته دیابت که 20 سال دیابت داشتن، ظرف 3 روز وقتی که این مفاهیم رو درک کردن شفا پیدا کردن. جناب آقای امیری دیسک کمر داشتن، بیماری های سختی داشتن، فشار خون داشتن و شفا پیدا کردن بیماری. و جناب آقای احمدی مقدم که سکته قلبی کرده بودن، نصف بدنشان فلج بود و چشمشان نابینا بود، به همین روش با درک این مفاهیم شفا پیدا کردن. تعداد شفایافتگان آگاه شده با ادبیات و آیات قرآن که با اصلاح غذایی و اعتلاء روح رها شدن از چاقی و دردهای بی امان هست فراوان در شهر کرمانشاه و دیگر شهرهای ایران. دعوت کردم از تعدادی از آنها و هستند در این جلسه الان. این عزیزان هستند الگوی مناسب و قانع کننده‌ای برای هموطنان. فرشته خانوم هست شفایافته سرطان چشم ساکن آلمان که قرار بود بیش از آگاه شدن با مفاهیم تغذیه طبیعی و ادبیات و قرآن چشم ایشان تخلیه شود توسط پزشکان جراح در آلمان. آقای طاهری مبتلا به سرطان ریه اهل سرپل ذهاب کرمانشاه، سرطان ریهش با آگاه شدن از اون مفاهیم در 1 هفته شد درمان. برای خدایی که کارش هست کن فیکون، فشار دادن دکمه ایست برای شفای سرطان. اما کسی است لایق این معجزه خداوند رحمان که با مفاهیم ادبیات ایرانی اسلامی و قرآن آگاه شده باشد از معنای واقعی زندگی، باشد در مسیر رسیدن به سعادت جاودان. اکنون سوال من این است از جمع هزار و فرهیختگان، چرا متخصصان و دانشجویان کشاورزی، پزشکی، تغذیه و محیط زیست در ایران و جهان بیگانه هستند با این گنج گران مفاهیم در ادبیات و تاریخ عرفان؟ چرا این عزیزان دسترسی ندارند به کتب علمی و درسی ادبیات و تاریخ و عرفان که موضوعات مهمی را که در این کرسی مطرح شد با این نثر مسجع و ساده و روان نگاشته شده باشد به وضوح و سادگی در آنان؟ جالب بود که هنگام نوشتن این نثر تلویزیون روشن بود. همزمان در برنامه ای استاد ادبیاتی کمک کرد به من و جمله زیر را کرد بیان که ادبیات را باید به میان مردم برد در ایران.
شگفت زده شدم که چگونه این استاد دانست موضوع این کرسی را و به کمک من آمد شتابان. به چنین اتفاقات عجیب میگویند پدیده همزمان که اون را کشف کرده است یونگ، دانشمند معروف روان، تا بگوید ما هستیم در ارتباط با یک مرکز کنترل و کارگردانی در عالم بالا. هر آن ادبیات و عرفان و تاریخ کمک می‌کند به انسان فراوان تا بهتر درک کند این ارتباط همزمانی شگفت انگیز را با آن جهان، تا بفهمد که تنها نیست در این جهان و تحت کنترل است، بازی می‌کند نمایشی را که خدا هست کارگردان آن. این نثر مسجّع را می‌نویسم، در واقع من قلمی هستم در دست آن کارگردان. این موضوع همزمانی را مطرح کردم تا بیشتر تأثیر گذارد بر خوانندگان این نثر و شنوندگان آن، بدانند که مأمورهای خدا نیز هستند از طریق همزمانی یاریگرمان در نجات زندگی و امنیت قضایی و سلامتی جامعه و طبیعت در این جهان، تا تقویت شود انگیزه مشارکت مردم در توسعه پایدار کشورمان ایران و حتی جهان از نظر حفظ طبیعت و ارتقاء امنیت قضایی و بهداشت و درمان. برای این کار باید ستاد مشترکی بنا شود در ایران، متشکل از شعرای معاصر معروف، اساتید ادبیات و تاریخ و عرفان، متخصصین کشاورزی، تغذیه، محیط زیست و پزشکان، تا سروده شود اشعار و نثرهای مسجع جدید و شیرین و روان در مورد رفع چالش‌های فوق، البته قابل درک برای همگان. هنگام نوشتن این نثر رخ داد دومین پدیده شگرف همزمان در ساعت 18:25 در سال 1402 در 5 آبان گزارشی شنیدم از سازمان بهداشت جهان که تنهایی انسان هست 15 برابر کشیدن سیگار پرزیان. جالب بود برایم موضوع این بحران برای انسان. الهام شد به من که ادبیات و عرفان میتواند باشد چاره آن. چشمکی به من زد کتاب 100 سال تنهایی گابریل مارکز که اخیراً پسرم اوستا خریده بود در کتابخانه منزلمان. گفتم که این حتماً هست از آن پدیده‌های شگفت همزمان، حتماً پیامی دارد این کتاب برایمان. در این کتاب گشتم به دنبال پیام آن پدیده همزمان، یافتم آن را مرتبط با موضوع این کرسی به عیان. به گفته گابریل در کتاب 100 سال تنهایی که معروف است در جهان، اگر روزی در کوپه درجه 1 سفر کند انسان، اما در همون قطار ادبیات به ناحق باشد در واگن بار، کار دنیا شده است ویران. مارکز میگوید در کنار رودخانه زندگی انواع ابزارهای نجات جادویی وجود دارد عیان، اما با این وجود بسیاری زندگی می کنند همانند بیخردان. این ابزارها هستند در موضوع همین کرسی در دانشگاه رازی کرمانشان، یعنی ابزارهای نجات دهنده کشاورزی، پزشکی، ادبیات و تاریخ و عرفان که ضروری هستند همچون دیگر بال در کنار بال علم برای یک پرواز موفق به سوی خدایمان. ضرورت وجود دو بال علم و عرفان برای پرواز موفق به سوی جانان، دکتر ابن الکساندر نیز در کتاب شاهدی از بهشت مطرح کرده است. عیان در این کتاب میگوید که مغز نیست جایگاه حافظه و آگاهی انسان، جایگاه حافظه و آگاهی هست در مکانی در لا مکان، در آن جهان که به آن گفته شده است لوح محفوظ در قرآن. انسانی که به دنبال آگاهی و عرفان باشد در ادبیات جهان و ایران ارتباط قوی تری دارد با اطلاعات انباشته شده در آن لوح و با خدای رحمان. به قول سعدی این چنین انسانی خرم از جهانی است که خرم از اوست جهان، و دمش مسیحایی می شود برای نجات روح دیگران. به قول حافظ مسیحایی شدن دم می تواند باشد در طالع همگان، اگر به فیض روح القدس به دنبال گنج آگاهی باشد هر انسان. مسلماً بجوید این گنج را در ادبیات و تاریخ و عرفان. در کتاب مارکز داستان اون ابزار و اون بیخردان مرا به یاد گفتاری آموزنده انداخت که مولانا کرده است بیان، که تشکیل شده است از دو نیمه این انسان، نیمیش از خر باشد و نیمی از پریان.
انسانی به سعادت جاودانه میرسد که نیمه پریان بر آن نیمه دیگر غلبه کند. عیان به گفته مولانا دو حلق وجود دارد در انسان، یک حلق برای شکم و حلق دیگر برای روح و جان. اکثر انسان‌ها استفاده می‌کنند از حلق شکم برای پر کردن انبان با نان و غافلند از بهره بردن از حلق روح که می‌رساندشان به گوهر کان. علارغم اینکه معجزه اسلام است کتاب قرآن، نیستند اهل خواندن کتاب بسیاری از مسلمانان. مفاهیم کسب شده با خواندن کتب ادبیات و تاریخ و عرفان خوراکی باشد که از طریق حلق روح میرسد به روحتان، تا دیگر اسیر آفریده های فانی نباشید در این جهان و لیاقت این را بیابید و مأمور آفریدن باشید در آن جهان. این را مولانا میگوید: خوب گوش کن به آن ای عاشق جریده، بر عاشقان گزیده، بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن. در این کرسی توصیه میکنم که بایستیم بر شانه سترگ پیامبران، امامان و شاعران و عارفان، مشاهیر معروف ادبی و عرفانی ایران معاصر و باستان که بهره‌مند شدند از مغز و نپوست قرآن، بزرگان ادبی و عرفانی در دیگر نقاط جهان، تا بیشتر بهره ببریم از گنج ادبیات و تاریخ و عرفان و ترویج کنیم اون را و بسیج کنیم مردم را با آن، تا بگذریم از طمع بهشت و ترس از دوزخ، با صلابت و ایمان برسیم به جایگاهی که موصوف شویم به صفات خدایی که به خاطر آگاهی ایشان هم آفریننده هستند و هم عاشق و هم رحمان، جایگاهی مختص انسان که نیست لایق فرشتگان. پیشنهاد می کنم بر اساس مفاد این کرسی نگاشته شود کتب ادبیات و تاریخ و دینی در مدارس و دانشگاه ها برای دانش آموزان و دانشجویان، بر اساس نکات مهم ذکر شده در کتب قدیمی و معروف تاریخ، ادبیات و عرفان، فلسفه درست زندگی به سادگی بیان شود در این کتب برای جوانان و پیران، همون گونه که در کتاب دنیای صوفی یوستین گوردر کرده است بیان، نه چنان که برخی فیلسوفان مطرح کرده اند عنوان، طوری پیچیده که حتی به سختی درک می کنند اون را خودشان. انشتین نیز می گوید به کودکی کتابی بده تا تغییر کند جهان، هیچ ثروت و لذتی نیست بالاتر از کسب آگاهی در جهان. بدان به زیبایی جهنم و بهشت را بر اساس آگاهی توصیف کرده است قرآن. آیه 9 سوره مبارکه زمر را دقیق بخوان که نیستند برابر آگاهان با ناآگاهان در هر دو جهان. ممنونم که توجه کردید، امیدوارم مفید بوده باشه این جلسه.